کجا میری؟ وایسا دنبالم بیا. بابا خونش که نبود، نخلستون دایش هم نبود دیگه، بی برگردی. بیا باید همین طرفا باشه. من به تو قول میدم مادرش اجازه نمیده بیا. به خاطر مدرکش هم که شده میاد. نه اگه پیتر چقدر اصرار کرد بیاریم بهش بگیم دیگه. شهر ما وقت نداریم، ما باید بریم خونه، کلی کار داریم. سوزان اونه هرس نخور. من هرس میخورم؟ آره جونم حسودیت میشه. فهمیدی پیتر به توجهی نمیکنه، حسودی میکنی. خیلی خوب، حالا وایسا منم بیا. شراره تو، شراره من خسته شدم. من نمیگم وایسا. سوزان اینقدر قور نزن، میدونم کجاست، الان پیداش میکنم. بیا خوره گله. خسته شدم رقا، وایسا. بیا دیگه، بعضی وقتا میاد اینجا درس میخونه. بکنه باشه. اینها این بلم داییشه. کیمیا، کیمیا بفهم خانم. نیست دیگه، اگه بود جوابتو میداد. بریم وقتمون تلف میکنیم. کیمیا، کیمیا، کیمیا اینجایی؟ یه ساعت دیگه باید مرکز باشیم. ما مدرک کلاس زبان حاضره، پیتر گفته تو هم حتما باید باشی. خب نیستی که، بیا بریم دیرمون شد. کیمیا ما داریم میریم. چند وقت بیچاره پیتر هرچی چراغ زد این حالیش نشد. خوبم حالیش میشه، میخواد بگه مثلا من اهل بویفرند نیستم. ندیدی هر کارش کردیم نایمد کلاس رفت. ببین داری هرس میخوری؟ بیشتر از دستمون پیتر اولاغ هرس میخورم. چه ماه هیچی حالیش نشد. آره اگه حالیش میشد یه چراغم به تو میزد. حالا بذار تو مهمونی امشب یه کاری میکنم بیفته دنبالم، به شرطی که کیمیا اونجا نباشه. بیا بیا دیگه، قور میزنی خودت هم نمیای. هر آدمی یه سرگذشتی داره، یه قصه داره. قصه ی آدم ها از وقتی شروع میشه که یه اتفاق زندگی عادیشون رو تغییر میده. من و خانوادمون سالا توی خرمشهر زندگی میکردیم. کنار مردم خوب و صمیمی جنوب یه زندگی معمولی داشتیم. من سال سوم دبیرستان بودم. یه دختر نوجوان سرخوش و کنجکاو بودم که دلش میخواست از همه ی حوادثی که اطرافش اتفاق میفته سر در بیاره. کشف کردن همیشه لذت بخشه، کشف معما، کشف راز. ولی بزرگتر که شدم فهمیدم پیدا کردن معنی خود زندگی یه چیز دیگه است. زندگی خودش پر از رازه، رازایی که اتفاقای کوچیک اونا رو آشکار میکنه و همه چیز رو یهو تغییر میده. Hi, how are you doing? Everything fine? See you.
later, Lisa. سلام. سلام، حال شما خوب هستی؟ صبر کنیم تا برگشت. بله چه Hello, how are you? Thanks, lady. چی کار کردی تو دختر؟ به سبک دخترای آمریکایی فکر کردی اینجوری میتونی دل پیتر رو ببری؟ حالا تماشا کن. تو آمریکایی‌ها رو نشناختی. این سر و وضع براشون عادیه. اصلا متوجه نمیشه. یعنی چی؟ حالا بذار کیمیا بیاد. با همون سر و لباس سادهش داره پیتر رو میبره. من که فکر نمی‌کنم پیداش بشه. نگاش کن. داره میاد. اونم با همون سر و وضع. من رفتم. وایسه کیمیا بیاد حداقل. سلام، پس سوزان کو چرا رفت تو؟ کیمیا، چرا با این سر و وضع اومدی؟ چرا لباساتو عوض نکردی؟ سلام. چه خبره اینجا؟ مگه نگفتی مدرکمونو میدن؟ سر و وضعم خوبه دیگه. اون بلم بودی تو. حالا حسابتو میرسم. صبر کن. بیا بریم داخل. چه خبره؟ مهمونی پیتر دیگه. Look great. Thanks. Well, welcome to the party. Thank you. How's it going on? It's good. A lot of people came, dancing. Oh, great. Yeah. Where are you outside? I'm just waiting for some guests to arrive. Ah, okay. Let's go inside together. I'll wait here for a bit. Yeah? Hi. Hello, Kimia. Welcome. Come in. Welcome to the party. Let's dance here. Come on. We have drinks for you. Come in. Let's have a drink. Let's dance a little. Come on. Don't be shy. Come on. Come on. Kimia, where are you? Kimia, you have a sample. Where did she go? I don't know. It's fanatic. Just let her go, Peter. I'm here. Let's go inside. Dance party. Shut up, Susan. چرا مثل دیوونه داری میری؟ تو نمیدونی من اینجور جاها نمیام؟ چرا من مدرک زبانتو نمیخوای؟ پیتر گفته بعد از مهمونی مدرک رو میده دیگه. کیمیا مدرکش بخوری تو سرش. نمیخوام. کیمیا سمو حداقل به پیتر بگم. کیمیا برو بگم نکن. کیمیا کجا رفت؟ نمیدونی. تو بینی دیوونه رو رفت دنبالش. هد خور میدم برش میگردونم. کاش اصلا بلمشو غرق کرده بودم. گان چیه؟ کیمیا شو کیمیا. I don't like so party. شو کیمیا. Why not? Let's go back to the party. Let's have some fun. Sorry, but no, man, but better, man. Let's go back to the party. Let's dance. Come no, on. No, my mother is waiting tonight. For me. Please. I like you. Come on. Please. Please. Come on, Mister. Please. Come on, Kimia. Bye. Go. Hey. Kimia. Stop, con Kimia. Stop. Hold on. I want to talk to you. Please wait. Hold on. Stop. عزیزم. من به تو علاقه دارم. وای میگه خرمدن نداری تو من نمیشه مردمی. کی میای کی؟ چیکار میکنی اینجا؟ هیچی ببخشید. شما بفرمایید. Who are you? And ابوک چل ببینید چل. ولی.
برسن. چی میگه؟ آره چه میگه؟ راست میگه برو. برو بابا. نکن خود برسن. آقا نسه تو خود برش که این معلم زبانمه. اولاخه معلم زبانته. آقا تو خیابون چرا دنبالته؟ رو چه رو هنم میزنی؟ من حالیت میکنم. این آموز برو میزنی؟ آقا برش کن. حالیت میکنم. موشک با من جوجه آمریکایی؟ ما هر روز اینجا رد میشم. ببینم یه بار دیگه هم شغلتی کردی؟ صورت میاد پایی؟ نه یه نه؟ دوشو! You pig! My father will have your head taken for this. کل ببینه کل برا! یلا! بلی! You happy now? No. Huh? No. This is what you wanted? یلا! You were all sorry, guys. برو کیمیا، هوا تو دارم. Don't you know who I am? برو! Huh? I'm an American! You'll go to jail for this! بلی! برو! برو هوا تو دارم، برو! What's up, sir? Relax. What's up, sir? Tell me. Go inside and call the police. Go inside. Call them. Go. Let me help you. Please. Let me help you, sir. Peter, what happened? What did no problem, you see? No problem. What's up, Natasha? Just Natasha. Shuru shod. Go inside. Let's have a party. Go dance. Come on. Have a few drinks. Do something nice. Is the police office? بچه خانم تایری خونه است؟ نه خونه نیچ کارشه. خانم تایری میبینه که ما همجه ما تو زنی تا بیاد دیگه. چه به؟ کارش دارم، کار مهم دارم. چی کارش داری؟ خونه نیم دارم بابا. بچه های خدای بچه ها سلام. سلام. بچه خبر دارین؟ چی شده؟ خانم تایری. خانم تایری چی؟ یعنی شما از چیزی خبر نداری؟ خونه بگو چی؟ مدرسه بودم بعد دیدم خانم موسوی خانم تایری کنار کشیده بود، فکر کنم اخراجش کرده. اخراجش کردن؟ آره. خان طاهری رو؟ یعنی شما حتی یه اعتراض کوچیک هم نمیخواییم بکنیم؟ اعتراض کنم؟ بس اینکه متوجه موقعیت نیستی. خنده داره واقعا. فیزیک و فرمولاش هم نگرانشون میکنه. نه، حرفای بین فرمولا نگرانشون میکنه. درس زندگی و مشکلات مردم از این حرفا حتما به گوششون رسیده. ضابطی رو که میشناسی. کار خودشو کرد، از مدرسه هم رفته بیرون که رفتن توی نبینه. خیلی خوب. بس با این حساب من خودم باید برم اداره. فعلا صبر کن، بذار یه چند وقت دیگه، شاید یه تجدید نظری بکنم. خب الان تکلیف بچه ها چی میشه؟ یه ما دیگه تا امتحانای سلسشون بیشتر نمونده، نمیتونن بی معلم باشن. اونا فکر همه جاشو کردن، یه دبیر مرد فرستادن، از فردا اونجا تو میری سر کلاس. خیلی خوب، خیلی ممنون. مرضیه، به کسی چیزی نگو، برای خودت میگم. میدونی که بالاخره یکی از همین بچهای کلاس گزارش حرفاتو داده. بله. سلام. سلامت باشی دختر. سلام. سلام بچه ها، این موقع تو مدرسه چی کار میکنی؟ میاد دنبال تو. خانم واقعا شما رو اخراج کردن؟ آره بچه ها، ظاهرا اینجا کسایی هستن که دوست ندارن ما هم دیگر ببینیم. چرا؟ چراشه که خودتون بهتر میدونی. بچه مراقب خودتون باشین، درساتون رو خوب بخونین، چیزی به امتحاناتون نمونده. من مطمئنم چه باشم چه نباشم تو آگاهی شما هیچ تأثیری نمیذاره. هر کی دنبال حقیقت بگرده پیداش میکنه. کاری نداریم؟
خدافظ بچه. خانم طاهری ببخشید. راستی کیمیا جان، تو نبود من تو میتونی به بچه ها کمک کنی. شما ستا میتونین دوستای خوبی واسه هم دیگه باشین. ما ستا؟ یعنی ما و کیمیا؟ آره شما ستا. ولی خب کیمیا دوستای خودشو داره. اونا با ما فرق دارن. منظورت کیه؟ همونایی که باشون میری کلاسای جور و جور. من کلاسای جور و جور نمیرم، من فقط کلاس زبان میرم. بچه‌ها الان وقت این حرفا نیست. خانم مصوره اونجا نگاه کن، الان منتظر من پام از مدرسه بذارم بیرون. خب بگو دیگه چرا نمیگی؟ خانم کیمیا دیدی که دو تا پاسبان آقا ناصر رو گرفتن. فکر میکنی لاف میام؟ همین دو سه هفته پیش بود جمعه با حامد و جواد رفته بودیم شته، همین تاق و لاف رو انداختم تو آب، دیدم تکون خورد، خواستم بکشمش بالا نتونستم، ستایی کشیدیمش بالا، ماهی گرفتم، ماهی که نبود کوسه، اینقدر حالا ایقد خو نبود خو ایقد وای گیر دادینا ایقد بود خو تا بگم اون بشتنبای خودم بوده مهندس که خیلی چه خیل میزنه بزن بخونیم عباس که میگه ما کوسه میگیرم بچه که میکنم بشتنبا میگیرم عباس که میگه ما کوسه میگیرم سلام بچه ها بابا حاجی محسنه چرا ترکر دیادی چرا نایمدی ماهیگیری کار داشتم عباس دقیقه بیا آدی چی شده؟ دیگه چی اختراع کردی؟ آدی نمیخوای بگه غریبه شدیم حالا؟ بابا یه بوشتم با گرفته من دازه کوسه بود ایده هیچی نیستم و هیچی گیر نمیاد ساله بیا بیا یه دقیقه علی که ما اینا رو بگی تو آب نندازی ها حالا یه بوشتم برات میگیرم هادی نمیخوای بگی چی شده؟ چیزی نشده. هادی میگه در مرکز آمریکا یا بزن بزن شده. بریم بلند شین دیگه بریم خونه دیر شد. پاشو. بلند. موتوریم نمیشه. منم با کار کردن توریم نمیشه اگه اینجوری. رحیم آقا سلام. سلام علی خانم. باز دلت واسه این تنگ شد یه بهانه جور کردی به یه سر صدای را بندازی چیه صدا تا تو چرداق میاد چه خبر شده باز ها بابا تون خدا شما بگین ما با چه زبونی حالیه این چی حالی کنی بابا دلم نمیخواد کار کنه نگاش کنین پا به ماهه میترسم این دفعه مسعود یه کاری دست خودش بده راست میگه دختر خوب من حواسم به تو نیست خودت نباید حواست به خودت باشه چرا نگفتی به من گمونم دیگه وقتش دیگه از فردا نه سر کار بمون خونه استراحت کن جون داشته باشین خوشگله رو به دنیا بیاری نه مهری خانم من باید کار کنم وقتش که شد خودم مرخصی میگیرم نگران حقوقتی نه باجی نگران رحیمم آخه میخواد شبا هم کار کنه اصلا لازم نیست رحیم شبا کار بکنه برای اینکه مرخصی شما از همین امروز شروع شد حقوقت هم سر جاشه بعد از زایمان این خوشگلم تازه دو ماه میمونی پیشش که یه ذره از آب و گل در بیاد ولی آخه می... ولی نداره چقدر نگرانی بابا اون اخماتو وا کن اینقدر نگرانی نداره هر نوزادی قدمش خیره اصلا خدا جلو جلو روزیشو فرستاده رحیم هم لازم نیست بره سر کار دوم دستتون در نکنه خدا ایشالله از تون راضی باشه تشکر لازم واقعا نداره. نمیدونم با چه زبونی تشکر کنم نمیدونم ایشالله به سلامتی بارت زمین بذاری یه خودش تشکر کنه آمان جان تو اینجا چی کار میکنی؟ چیه کیوان؟ به خاطر کیمیا خانم اومدن کیمیا خانم چیکار کرده؟ سند؟ سند همه خونه شهرم بیاری نمیتونم کاری بکنم خانم جناب سربان مگه نمیگین دعوا کرده این اینجا پیش شما باشه فردا خودش میاد خدمت آره دعوا کرده ولی بپرس با کی؟ پسر کنسول زدن دو گوشه پسر کنسول میدونی یعنی چی؟ پسر کنسول یعنی خود آمریکا یعنی دولت آمریکا ناصر
با پسر کنسول امریکا چی کار داشته؟ همین رو بگو. جناب سربان تا کار بالا نگرفته خودتون یه جوری خلاصش کنید. بالا گرفته، بالا گرفته خانم، مثل توپ صدا کرده. فکر کنم الان خبرش تا پایتخت هم رسیده باشه. یعنی هیچ کاری نمیشه کرد؟ خانم طاهری، به جان دوتا بچه هم هیچ کاری ازم بر نمیاد. همین الان هم موقت هم میشه ماست. یه نفر از سازمان امنیت اومده ازش بازجویی کرده. رئیس شهربانی هم رفته پیش کنسول. همین الان که برسن. شما هم بهتره بری خونتون. میخوام ببینمش. مگه نشنیدی؟ میگم رئیس شهربانی تو راهه. یه دقیقه. عجب چی بگم. خواهش میکنم. نیست تو این بلا رو سرت آوردن؟ یه دعوای ساده. یه دعوای ساده؟ اونم با یه امریکایی. میگن الان خبرش به پایتختم رسیده. یعنی میگه ما معروف شدم؟ ناصر اذیت نکن. چه بلایی میخوان سرت بیارم؟ نمیدونم مرزی. تو برو خونه. برای احتیاطم میدونی باید چی کار بکنی. نگران نباش. حالا کی خبرت کرده؟ کیمیا. حالش خوبه؟ آره حالش خوبه. ناصر جواب منو بده. میگم سر چی با پسر کنسول امریکا درگیر شدی؟ خب به خاطر کیمیا. میگه بهت نگفت. کیمیا. میدونستم پسر کنسول بیشتر به بافت میشه. سرنگ اومد. بفهمی شما هم یه دیم پوستم کنده است. شما بهتر برید اینجا برستی. ببین. تو برو خونه نرزی دیگه که نامت نباشی. برو. چی میگه کیوان؟ حالت خوبه؟ چی گفتم؟ چی گفتی تو؟ فضول به تو چه؟ نه کجا ماما بیا دقیقه من بیستی بگم بار داخل بار تو داخل دم بیا داخل ماما کار دارم باب دارم اونو بیدش شب کن زود برگرد کیوان خب ماما بار کامران رو مسخنی دارید بگیرم ماما هی دقیقه بیا برای خب مادم مادر جون چی شده؟ نه میگم برو داخل. خیلی خوب تقصیر من نبود. خیلی خوب برو. اصلا تقصیر من نبود. همش تقصیر این شهر بود. شب مامان یه دقیقه واسه من مثلا توضیح بدم. این شهر رو برگشت گفت بیا بریم کلاس زبان مدرکمون بدم. مگه شما کلاس زبان تموم نشد؟ تموم شده دیگه. پس برای چی دوباره راه افتادی؟ مامان مدرکمو بگیرم. من نمیدونم اونجا جشن گرفتم، مهمونی گرفتم، میخوان چه؟ برو داخل. کی؟ طاهری هستم. مرزی جون سلام مهری خانم سلام خوبی؟ به خدا شرمندتم والله شرمنده یه دقیقه با کیمیا کار داشتم ببخش خانم طاهری ببخشی به خدا من تقصیر نداشتم به خدا این آقا ناصر نمیدونم من اصلا واسه چی اومد اینجا یه هون بستد اصلا اتفاقی نیفتاد بود آقا ناصر بخواد دخالت کنه خیلی خوب آروم باش خانم طاهری آروم باش حالا از اول بهم بگو چی شد آبرومو جلو دوستان برد دوستای تو از کجا خبر دار شدن؟ چه میدونم یکیشون دیده بود اصلا چه فرقی داره الان همه اهل محل میدونن یه آمریکایی افتاده دنبال خواهر کیوان به من چه که پسر کنسول امریکا افتاده دنبال من تو اصلا چرا رفتی اونجا صد بار گفتم رفته بودم مدرک زبانمو بگیرم مدرک تو بیخود کردی رفتی اونجا آروم مادر من چجوری آروم باشم؟ اصلا چطور میتونم آروم باشم؟ یارو مزاحم خواهرم شده باید حسابشو برسم یا نه اصلا بی تو چه فوزو چرا حرفای گنده تر زحمت میزنی تو میخوای بری یه درسای جدید درست کنی دردسر یعنی چی مادر من یعنی دست بزنم هیچ کاری نکنم آقا ناصر رو بازداشت کردن خدا میدونه چه بلایی سرش میاره
میفهمی. آره به خاطر همین کیمیا خانم غلط کرد. کجا؟ میرم خونه دایی شریف. نمیخواد بشین همینجا. بشینم چیکار کنم؟ بفهم نشستم. هیچ، بشین ماهی که گرفتی پاک کن. بس تمیز شد. چه سرت کنید مامان، مگه من چه اشتباهی کردم؟ من میخوام بفهمم چرا به من نگفتی؟ اصلا وقتی فهمیدی اونجا چه خبره برای چی با جلی رفتی؟ خب من وقتی فهمیدم اونجا چه خبره برگشتم. پس یارو برای چی افتاد دنبالت؟ تقصیر من چیه؟ من چه میدونم؟ من چه میدونم؟ آقا ناصر بی خودی اون وسط من میسد کنم به جای تشکرت دیگه. مامان نداره شانس آوردی آقا ناصر به دادت رسید. مامان چیه؟ من خودم بلدم از خودم دفاع کنم. نه ناصر اومد فقط درد سر درست کرد دیگه. برای بابات خیلی بد شد مامان جان. حالا چی میخوایم بگیم به بابا؟ اصلا نمیدونم. سلام استوار. شنیدم دیشب حسابی نسخ کشی کردید. وای زتون، شما تشریف نداشتید. با احواز هماهنگ کردم، زندونی هم بردم تحویل دادم. خوبه، بسیار خوب. بیا داخل. چشم. گزارشو تو بنویس بذار روی میز. ببخشید هنوز یکم کار دارم. میرم احوازو برمیگردم، تمام گزارشو مینویسم و میذارم روی میز. نه استوار، بقیه کارا رو بذار به عهده خودم. چشم. اموالی که حذف شده چقدر؟ قربان محمول خیلی بزرگ بود، قابل هم نبود. صورت جلسه کردی یه سرباز رو گذاشتیم تو محل. بسیار خوب، مرخصی. در ضمن تو فردا میتونی به عنوان تشویقی بمونی خونت. راستی استوار، تو کسی به اسم ناصر فهیمی رو میشناسی؟ ناصر فهیمی چطور بابا؟ باید بشناسی، نشونیش که نزدیک خونه خودتونه. بله، طرفای ما میشینه، ولی ما باش ارتباطی نداریم. اتفاق افتاده. چی ازش میدونی؟ قربان خدمتتون عرض کردم ما زیاد ارتباطی با ایشون نداریم، ولی میدونیم خیلی آدم ناراحتیه. سابقه زندان هم داره. اه پس سابقه دارم ها. بله، فکر کنم سیاسی. او پس وظیفه من و تو نیست، اما باید مراقب یه همچین آدمایی باشی. دیروز غلطی کرده که صداش این بوم تا پایتخت پیچیده. ببخشین چیکار کرده؟ باورت نمیشه، میگن زده زیر گوش پسر کنسول امریکا. ظاهرن پای یه دختر در میون بوده. دختر؟ ببین اگه چیزی از خودش و خونوادش پیدا کردی منو خبر کن. چشم بابا. مرخصی. قربان اگه اجازه بدی من برم دنبال این پرونده ای ایدی، این بزمش حبس و یه مدت خیال اون از بابت قاچاق توی منطقه راحت باشه. استوار چیه تو نگران پاداشتی؟ خدا اون محفوظه، اون محفوظه. بذار یه خوردم ما خودی از خودمون نشون بده. استوار مرخصی. چشم خورم. مامان دستتون درد نکن. صبر کن، خودم همراهت میام. و برای چی همراه میای؟ برای چی نداره؟ مامان بذار من برم مامان. بشین شما، نمیخوام. ای من بچه‌ام، خودم دارم مثل هر روز میرم دیگه. برو کنار. حالا خوبه اینم هم توضیح دادم براتونو. سلام بابا جون. سلام بابا. خوبه این؟ خسته نباشی. ممنون، حالت خوبه؟ بله خیلی ممنون. خدافظ. کیمیا؟ بله. چیزی شده بابا؟ نه بابا جون دیرم شده. خدافظ.
ورود دوشیزه فرح دیبا به تهران که در عین سادگی دو خور بابا چی میخوری بابا؟ بدون ها کسیب شد بدون از گشتم که الان میتونم یه گاو درسته رو بخورم از دستی ایدیه بی پدر مادر که ایوان پشت برو مدرسه دیر شد وقت دارم آب خوراک از دستم گرفته بود میگه بدون چه شهری بود تو منطقه ولی با همه زرنگیش فکر نمیکرد اینجوری دستگیرش برم راستی این آقا ناصر همسایه‌مون دستگیر کردن این رستمی هم تو پاسگاه گیر داده بود به من چون همسایتونه حتما همدیگر میشناسین و با هم ارتباط داریم ما میگفتیم والا بلا ما هیچ ارتباطی نداریم حتما شما هم شنیدین دیگه ها؟ آره دیروز غروب دستگیرش کرد مثل این که سریع دختره زد تو گوش پسر کنسول آمریکا حالا با چه جرأتی خدا میدونه آمریکایی هم حقش بوده دیگه چطور؟ مگه تو چیزی میدونی؟ شما دیرت شد اون ساعت بلند شو برو جای دیگه این حرف رو نمیزنی یا بله بابا شما درست شنیدین آقا ناصر به خاطر یه دختر با پسر کنسول آمریکا دعوا شده چون داشته مزاحمش میشده میگم بلند شو برو دیرت شد آخر از این آمریکایی هر چی بگی برمیاد بابا اون دختر کیمیا بوده پسر کنسول داشته مزاحمش میشده من این بچه رو آروم کن کیوان چی میگه برو برو به دختر مردم نزدیک بشی فهمیدی؟ من فقط میخواست پارتی رخش همه میدونن که تو دیروز رفته بودی مرکز آمریکایی جوونه میتونست وسوسه بشه بره ببین اونجا چه خبره اما نه کیمیا چرا نمیفهمی اون مرد که مست بوده از تو یکی انتظار نداشت مملکت قانون داره یادت باشه ناصر به خاطر دختر تو حبسه میگم تازه اولش فکر موقعیت شغلی خودت باش خواهم ازش بپرسم اگه این برای سر دختر خودش میومد چی کار میکرد ای لحظه ناب